عرض ادب داره و احترام به هموطنان عزیزم، تشکر میکنم از مراحم و لطف شما. پرسش هایی کم که مطرح کردید، مطمئن باشید که در برنامه های مختلف با مهمانان برنامه در بیان خواهیم گذاشت. شماری از شنوندگان عزیز در رادیو پرسش های مربوط به برنامه های ما در تلویزیون ایران و فردا رو مطرح میکنن. اگه لطف کنن مستقیم با فیسبوک ایران فردا یا با خود ما اگه تماس بگیرند یا با دفتر ایران فردا در لس آنجلس سپاسگزار میشم و ممنون، چون اغلب کسانی که توی رادیو هستن خالی از ذهنن، یعنی نمیدونن شما راجع به چی دارید صحبت میکنید. وقتی من موضوع رو مطرح میکنید، چون اونها این برنامه رو احیانا ممکنه ندیده باشند، خب براشون سخن شما مفهوم نیست. سپهر خسروی عزیز برنامه رو هدایت میکنه. امروز با کی هستیم؟ قول داده بودیم که گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره‌کار رو پی بگیریم. رسیدیم به اینجا اگه به خاطرتون باشه که گفتیم بسیار خوب، عبور از جمهوری اسلامی و این خواست عموم مردم ایرانه، اما بلافاصله این سوال مطرح میشه که خب با چه اسباب و ابزاری و چگونگی امر از چه قراره، چطور میشه از جمهوری اسلامی عبور کرد، چه اهرم هایی در دست ماست. پاره بر این باورن که باید نظامی ها رو به میان آورد، یعنی حتی شده بخشی از سپاه پاسداران رو. پاره معتقدن از قدرت های خارجی باید وام گرفت یا از اونها درخواست کرد که از گروه های هوادار دموکراسی و آزادی در ایران حمایت و پشتیبانی بکنن. آقای دکتر نقره‌کار درود بر شما، خوش آمدید مجددا. خیلی متشکرم، سلام و درود دارم برای شما و بینندگان محترم برنامه. خب آقای نقره‌کار، اگه به خاطرتون باشه رسیم اینجا، عبور از جمهوری اسلامی بسیار عالی، خواست عمومی است، خواست اکثریت مردم ایرانه و گفته میشه از هر 10 نفر 9 نفر واقعا خواهان عبورن. حالا که در بین حتی اصولگراها و بین اصلاح طلبها و الان شخصیت هایی هستن که معتقدن دیگه اصلا به ترتیب نمیشه ادامه داد، شما فکر میکنید که اون اسباب و ابزاری که در اختیار ماست یا اسباب و ابزاری که باید باشه تا از جمهوری اسلامی ما عبور کنیم، این در رو بشکنیم و ازش رد شیم چیه؟ نخست من فکر میکنم تقویت جنبش مدنی و جنبش سیاسی علیه حکومت اسلامی در داخل کشور است. یعنی اون به گمان من یک تضمین قطعی است برای یک عبور سالم. حالا من میگم منظورم از سالم چی است. تقویت جنبش مدنی و جنبش اجتماعی و سیاسی در داخل کشور، خب اینو در واقع به اشکال مختلف میشه تقویت کرد در داخل کشور. به هر حال داریم میبینیم، بدونی که ما بخوایم نسخه پیچی بکنیم برای این عزیزان، خودشون به چه شکلی دارن حرکت میکنن و جنبش مدنی و ارتقای جنبش مدنی، حتی جنبش های صنفی، جنبش های دموکراتیک، در رسیدن به حد یک جنبش سیاسی رو ما در میهنمون شاهد بودیم و شاهد هستیم. تقویت این جنبش ها و تلاش برای اینکه بتونه در داخل کشور این جنبش ها به هم نزدیک بشن، ضمن اینکه این تلاش حالا در حوزه های مختلف خواستای مطرح میشه، تلاش های مطرح میشه، پیریزی و پایریزی یک برنامه که بشه بر مبنای اون برنامه یک حکومت و یک یا دولت یا هر عنوان دیگه جایگزین رو از همین الان تدارک دید. در واقع داشتن یک برنامه خیلی روشن و که بتونه اون نیرویی که در داخل ایران به عنوان آلترناتیو این حکومت در روند و توسعه و رشد همین جنبش های مدنی شکل خواهد گرفت، بتونه اون برنامه رو پیش ببره، من تنها راه رو این میبینم. ضمن اینکه عوامل دیگه، عوامل خارجی بیرونی، میتونن در رابطه با تقویت همین جنبش حرکت بکنن. ما راهی نداریم به گمان من جز تقویت این جنبش و تلاش برای تضعیف حکومت. خود تضعیف حکومت هم یک محور دیگه ایست که میبایستی
لااقل ما که در خارج کشور هستیم در داخل سخت‌تر هست این مسئله، و یا نیروهایی که به دموکراسی و آزادی در میهن ما فکر میکنن تلاش بکنن که خود در واقع حکومت رو تضعیف بکنن و خود اون رژیم جمهوری اسلامی و اون سیستم رو تضعیف اون مجموعه که الان ما شاهد هستیم به هر حال روندش چگونه هست، و همینطور تقویت جنبش مدنی اجتماعی و سیاسی میتونه راهگشا باشه برای عبور از این حکومت. خب برخی ها میدونید که بحث اینو مطرح میکنن، خیلی خب امکان پذیر نیست که به این راحتی بشه از این حکومت گذر کرد، و شکل‌های مبارزاتی خاصی رو مطرح میکنن مثل شکل‌های مبارزات غیر مسالمت آمیز یا برخی مسئله مسالمت آمیز رو مطرح میکنن. اینها بحثایی است که میشه بهش پرداخت و به هر حال به گمان من هیچ کدوم رو نمیشه نفی کرد، ولی ما یعنی به گمان من کوشندگان سیاسی و فرهنگی و روشنفکران جامعه ما تلاششون باید این باشه، یعنی تبلیغ ما به نظر من این است که ما خواهان گذار مسالمت آمیز از این حکومت هستیم با این روندی که من بهش اشاره کردم. منتها معناش این نیست که این گذار مسالمت آمیز این هستش که در واقع در یک مبارزه فقط من نیستم که تعیین کننده شکل مبارزم، اونی که در مقابل من هم داره مبارزه میکنه ممکنه شکل دیگری از مبارزه رو به من تحمیل بکنه. بنابراین ما یعنی من فکر میکنم باید در رابطه با همین چگونگی گذر روی مسئله گذار مسالمت آمیز تبلیغ کرد و گفت که ما خواهان خشونت نیستیم، ولی این رو هم میدونیم حکومت اسلامی چگونه حکومتی است و اوست که تحمیل خواهد کرد اشکال مبارزه دیگر رو، بنابراین باید برای اون هم آماده بود. این رو من پروسه‌ای میبینم برای گذار از این حکومت. بحثایی که میشه مثل امر اصلاحات، این مسئله کودتای سپاه پاسداران و یا کنار زدن روحانیون و بر سر کار اومدن نظامیان، اینا بحثایی است که به گمان من مشکل جامعه ما رو حل نخواهد کرد، چه بسا در یک مسیر بدتر از همین بدتر از این هم جامعه ما رو پیش ببرد. آقای دوست نوروکار عزیز، بیاییم حکومت های استبدادی دنیا رو حکومت های گفته میشه که زیاد عنایتی به خواست مردم ندارند و نوع خودکامگی رو رواج میدن، بگذاریم روی بیز یکی یک اونها رو بررسی کنیم، نگاه کنیم. بدترین شاید بشه گفت که حکومت آقای کیم یونگ اون در کره شمالی، در اونجا گفته میشه اصلا نیروی اپوزیسیون وجود نداره، واقعیت هم همینه، نیروی اپوزیسیون وجود نداره، وجود خارجی نداره. اما کشوری مثل ونزوئلا امروز با یک جنبش بزرگ ما روبرو هستیم که حکومت رو به چالش گرفته، مزدادی که هنوز آقای مادورو از 20% محبوبیت عمومی برخورداره، 80% با اپوزیسیون، ولی هنوز او توانسته 20% رو حفظ بکنه. آقای پوتین 31% رو حفظ کرده، درسته حالا اکثریت بایش مخالفن، ولی کماکان 31% از افکار عمومی با آقای ولادیمیر پوتین هستن. آقای اردوغان علیرغم همه ترکتازی هایی که داشته در تمام مدت هنوز از اکثریت، از پشتیبانی اکثریت مردم ترکیه برخورداره. محمد بن سلمان سخت مورد حمایت و پشتیبانی نسل جوانه و به ویژه نسل تحصیل کرده در سراسر عربستان سعودی. همین وضعیت رو اغلب آقای دوترته مثلا فکر کنید در فیلیپین که امروز علیرغم همه شدت عملهایی که داشته ببینید در برابر کارتل های مواد مخدر و از این قبیل، هنوز مردم فیلیپین ازش حمایت و پشتیبانی میکنن. در ایران اما تقریبا میشه گفت 10-1، یعنی 9-1، 1% ممکنه از حکومت جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن، 9% مخالف جمهوری اسلامی. دولتی چون حکومتی در دنیا این همه مخالف نداره. چرا تا به این لحظه نیروهایی که در خارج هستند که به نظرم وظیفه‌شون بوده که این اپوزیسیون نیرومند
بسیار متحرک رو که در رأسش هم زنان ما هستن. کافیست هر روز نگاه کنیم به اینترنت و ببینیم که چه ویدیو کلیپ های از ایران اومده و اغلب فشار حکومت هم روی خانم هاست و با یک جنبشی طرفیم که دیگه تمام به اصطلاح تمام از خطوط قرمز عبور کرده، با صراحت تمام در برابر حکومت جمهوری اسلامی توی مترو، توی کوچه پس کوچه، توی خیابون، توی دانشگاه، در مدارس ایستاده. من تصور میکنم که این ما بودیم، ما نیروهای خارج از کشور که وظیفه داشتیم قدرت این اپوزیسیون دست کم بزنیم توی ویترین به دنیا معرفی بکنیم، اما در این زمینه موفق نبودیم. فکر نمی کنید یکی از راه ها، یکی از به اصطلاح وظایف مبرم ما در شرایط حاضر که سریعا بی فوت وقت باید بهش بپردازیم همینه؟ ببینید من حالا روی درصد مخالفت و اینا خیلی دقیق نیستم، چند درصد ایرانیان مخالف این حکومتن چند درصد نیستن. خب اکثریت قریب به اتفاق در داخل ایران و خب بیرون از اپوزیسیون، حتی مردم عادی هم نارضایتی و مخالفت خودشون رو اعلام میکنن و ما شاهد هستیم. منتها واقعیت این هستش که حکومت‌های ایدئولوژیک به ویژه حکومت‌های مذهبی، کسانی که بهش وفادار هستن اگر درصد کمی هم باشن به خاطر اون ویژگی‌های ایدئولوژیک مذهبیشون در واقع وفادار واقعی هستن، در کنار اون نظام و سیستم هستن و میمونن. این رو ما غالبا دیدیم، یا حالا نه فقط منافع ببخشید معنوی و مذهبی و ایدئولوژیک، حتی منافع مالیشون، برای اینکه این حکومت ها سعی میکنن از نظر مالی هم طوری عده‌ای رو تقویت کنن که به عنوان نیروهای خودشون باشه. بنابراین حکومت اسلامی هم مثل بقیه جریان های دیگه یک همچین نیروی رو هنوز داره و توجه داشته باشیم بافت جامعه ما واقعا بافت مذهبی است. مسئله سطح سواد، مسائل خود تبلیغاتی که این 40 سال حکومت کرده در عرصه های مختلف در جامعه ما، از کودکستان شما بگیرید تا دانشگاه چه کرده تو سطوح مختلف، خود اینها نقش دارن که در واقع علی رغم نارضایتی زیاد هنوز این حکومت پابرجا هست. یه بخش این هست، یه بخش هم این در واقع اپوزیسیون حکومت هست. اپوزیسیون حکومت در داخل واقعا در شرایط سختی مبارزه میکنه. سرکوب ها من اشاره کردم، شوخی نداره سرکوبی که حکومت اسلامی در داخل مرتکب شده و مرتکب میشه. در واقع جنایتکارانه ترین برخوردها رو با مخالفان خودش، دگراندیشان و روشنفکران کرده و باز هم ادامه خواهد داد. این حکومت به نظر من اگر احساس خطر بکنه اون ماشین کشتارش رو خیلی سریعتر دوباره به کار خواهد انداخت. یه بخش اپوزیسیون داخله که در اون شرایط داره مبارزه میکنه، یه بخش اپوزیسیون خارجی. متاسفانه اپوزیسیون خارجی حکومت اسلامی بعد از این 40 سال با توجه به کمیت و کیفیتش اون کار لازم و اون وظیفه لازم رو انجام نداده. یکی در رابطه با ضعف درونی خودشه، مشکلات خودشه، و یکی هم حکومت اسلامی توانسته با صدور بسیاری از اصلاح طلبان و در واقع حضور اونها در میون این اپوزیسیون، این اپوزیسیون تضعیف کنه. امروز ما شما نگاه کنید به تلویزیون و رادیو بی بی سی، در واقع صدای جمهوری اسلامی است و اکثر کسانی که در اونجا برنامه دارن، برنامه سازن، روزنامه نگارا و ژورنالیست های قدیمی، امروز با صراحت و وقاحت از حکومت اسلامی و آیت الله خامنه ای حمایت میکنن. البته سعی میکنن یه مقداری قضیه رو بپوشن، یعنی یه جورایی تزیین شده تو زرورق نمیدونم با یه ترفندهایی مطرح بکنن، ولی اون اساره و استخونبندی بحثشون حمایت از حکومت اسلام است. ما شاهد هستیم فراوان و توی شبکه های تلویزیونی و رادیویی دیگه، رسانه های دیگه
در خارج کشور، در دانشگاه ها، در محافل مختلف میشه گفت فرهنگی علمی. خود امریکا نگاه بکنید ببینید چقدر استادای دانشگاه ها در واقع مهرهای حکومت اسلامی است. بنابراین میخوام این رو عرض میکنم خدمتتون، این حکومت علارغم این نارضایتی هایی که در جامعه ما هست، با توجه به ویژگی که من عرض کردم، خوششانسی که آورده اپوزیسیونش یک اپوزیسیون در واقع میشه گفت پراکنده و ضعیفی است و ما امروز در خارج کشور شاهد هستیم. این پراکندگی و این ضعف و این وضعیت طبیعی است که روی داخل هم تأثیر منفی میذاره به لحاظ روانی و گذشته. و خب همونطوری که شما هم اشاره کردید، لااقل بعد از این 40 سال دیگه کافیست اون هم در این شرایط، و به نظر میرسه که اپوزیسیون باید بیدار بشه و فکر کنه که چگونه میتونه یک نقش تأثیرگذار و مؤثر و سازنده در جامعه خودمون ایفا بکنه. خوشبختانه چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که به موازات کم شدن قدرت مالی جمهوری اسلامی، نیروهایی که بلندگوهای جمهوری اسلامی محسوب میشن در بیرون از کشور، همطور که شما فرمودید، سعی میکردن که موافقتشون خودشون لای زرورق عرضه کنن، خودشون لو ندن، ولی خب اغلب رو رفتن دیگه. اینا دارن روز به روز ضعیفتر میشن یا میبارن از جمهوری اسلامی، چون دیگه از کمکهای بیشین برخوردار نمیشن و جمهوری اسلامی هم دیگه توان حفظ و نگهداری اونها رو در خارج نداره. این به نظرم اتفاق خیلی میمون و مبارک است آقای دکتر ناقلکا. من امیدوارم، ولی در اروپا شما ببینید، در انگلستان خود همین شبکه خبری بی بی سی فارسی هیچ تغییری که نکرده در همین دوره، بلکه برخورد کسانی که در داخل این شبکه حامی حکومت اسلامی هستند، همونطوری که عرض کردم، سریع‌تر و بقیانه تر شده. شما در نظر بگیرید بسیاری از کسانی که الان در همین شبکه فعال هستن، برای نمونه آدمی مثل مهاجرانی یا اشخاصی مثل بهنود و دیگران، شما ببینید که صراحتن و واقعا من قصد طوری ندارم، ولی کلمه وقیح فکر کنم روشنتره، که میان میگن ما اپوزیسیون حکومت اسلامی هستیم، ولی در واقع دارن از اون اپوزیسیون حمایت میکنن. این یکی از خوششانسی های حکومت اسلامی بوده و در این حال ضعف اپوزیسیون در خارج کشور. یعنی اگر اپوزیسیون در خارج از کشور توانایی اینو داشت و در خود اروپا لااقل با مسئولین اون شبکه بی بی سی یا هر کسی هست، اگر واقعا اونها دموکرات هستن و به دنبال دموکراسی هستن، امروز میباید این نوع آدما لااقل از کار اخراج میشدن و بهشون این تریبون داده نمیشد که به راحتی و به سهولت بیان در یکی از کشورهایی که ادعای دموکراسی میکنه و در یک شبکه‌ای که مخارجشون رو میده و به اینها هم حقوقهای خوبی میده، از یک حکومت جهانی و جنایتکار در ایران حمایت بکنه. و ما امروز داریم میبینیم از شبکه‌های مختلف و به ویژه از همون شبکه. بنابراین امیدوارم اون چیزی که شما میگید ممکنه تو امریکا یا برخی از کشورها به این شکلی که شما مطرح کردید پیش بره، ولی در اروپا به ویژه ما در انگلستان عکسش شاهد است. در امریکا که خیلی، یعنی اون دستگاه میانجی یا لابینگ خیلی الان داره با چرا خاموش حرکت میکنه. بعد از اینکه اعلام شد آقای ظریف و گروه او یا محارم او دار دسته او تحریم میشن، شبکه آقای ظریف، خب نام بسیاری مطرح شده که در نیویورک بودن، در لس آنجلس، در اورنج کانتی، در واشنگتن دی سی، که اینها همه توسط خزانه‌داری آمریکا رصد میشن، رفت آمدهاشون شمجونم. خب اینا همه نشون دهنده اینه که اینا دیگه مثل سابق دستشون باز نیست، درها داره به روی اونها به تدریج یکی بعد از دیگری بسته میشه و تنفسگاه های اونها گرفته میشه، مخصوصا برای کارهای تبلیغاتی. من هم امیدوارم لااقل در امریکا که
این بحث بوده هست. و خب من همونطور که عرض کردم در مورد دانشگاه ها، شما ببینید بسیاری از این دانشگاه، به ویژه دانشگاه شیکاگو یا در تگزاس جاهای دیگه، افرادی هستن که واقعا اینها مهره های حکومت اسلامی هستن در این دانشگاه ها و شناخته شدن، میان تبلیغ میکنن، جلسه میذارن، سخنرانی میذارن و حمایت میکنن از این حکومت. طبیعی است خب دولت امریکا یا مملکتی که توش دموکراسی هست ممکنه به سهولت نتونه با اینها برخورد بکنه، ولی اینها لااقل تغذیه نشن. اینها به واقع هم به خود امریکا، با خود امریکا موافقن، با این امپریالیزم جهان خواهر با خود خودشون و مرکز فساد در جهان و حامی یک حکومت جنایتکارن و اینجا هم دارن از به هر حال مزایای مالی و معنوی این حکومت در همین کشور و همین مردم سوء استفاده میکنن. این رو باید به نوعی جلوشو گرفت. آقای دورگا، آخرین پرسشم درباره نقش نظامی ها به ویژه سپاه پاسداران چون زیاد مطرح میشه این روزها، ببینم که از دید شما سپاه در این قاب جا میگیره، قاب تغییر و تحولات در جمهوری اسلامی، عبور از جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه تنه سپاه بعد مثل بسیاری از اقشار و گروه های مردمی از وضعیت موجود ناراضی، اینا بچه های مردم هن، در فساد و تباهی و دزدی و غارت مردم هم نقشی نداشتن، مثل بقیه مردم هم زندگی میکنن، گران خرید میکنن، قدرت خریدشون بسیار بسیار پایین آمده، از وضعیت موجود رنج میبرن، با فساد و تباهی سرکردگان و حکومت و وابستگان اونها هم خیلی بیشتر از ما از نزدیک آشنا هستن، بیشتر از ما شاید رنج ببرن. بفرمایید. من واقعیتش این گونه نمیبینم. ببینید، ممکنه توی یک شرایط خاصی بخش هایی از سپاه به ویژه بدنش ریزش کنه و به هر حال در کنار جنبش مدنی و جنبش سیاسی اجتماعی و مردم قرار بگیره، ولی مجموعه رهبری سپاه و اونهایی که در واقع گردانندگان سپاه هستن، اونها فی الواقع من یک بارم عرض کردم همون روحانیت نظامی شدن، همون تفکر رو دارن، اونتا نظامی شدن. حرکت اونها یا اگر بشه گفت کودتای اونها با یک چنین تفکر و ایدئولوژی و این افکاری که اکثر اونها دارن و ما میشناسیمشون، هیچ تغییری تو مملکت ایجاد نخواهد کرد و چه بسا وضع آشفته تر و خرابتر از این وضعیتی که الان هست بکن. بنابراین باید کاملا اونا رو کنار گذاشت از دایره هر نوع چاره اندیشی. چون نشه یه نمونه، مثلا آقای دکتر نقلی‌کار در سودان، خب خیلی ها تصور میکردن که این ارتش سودان بعد از کنار گذاشتن جنرال بشیر و زندانی کردن او، خب با مردم به گونه دیگری تا کنه، قرار به طور موقت بیاد سر کار، بعد بره قدرت رو به مردم واگذار کنه. اینطور نشد، نه تنها قدرت رو واگذار نکرد که حالا شدت عملی هم که به خرج میده بیش از جنرال بشیره، تعداد زیادی رو کشته و قصی هم ظاهرا نداری که از قدرت کنارگیری کنه. چه تضمینی وجود داره برای در این مورد که گروه های نظامی وقتی بر سر کار میاد قدرت رو بعد از مدتی به مردم واگذار کنن؟ هیچ تضمینی هست؟ اصلا تجربه ها به ما نشون داده، به خصوص در جامعه مثل جامعه ایران که فقط سپاه تنها نیروی نظامی نیست. شما ببینید چقدر جریان‌های دیگری در کنار سپاه آشکار و مخفی هستند. یک حرکت اونگونه‌ای و یک کودتای اون شکلی که مطرح میشه در واقع میتونه این چشم‌انداز رو داشته باشه که ما دچار یک هرج و مرج شدید و یک درگیری‌های اصلا جامعه تبدیل بشه به صحنه درگیری گروه‌های مختلف نظامی. چنین ریسکی در جامعه ما به نظر من با وجود تعدد مراکز نظامی وجود داره. بنابراین من فکر میکنم روی این تحلیل رو بیشتر باید فکر کرد و من فکر نمیکنم راه کشا باشه. حاضرید که با یکی از
کسانی که در این زمینه خیلی هم اصرار داره و حتما عنصر سپاه رو در معادلات خودش اغلب جا میده. این مناظره داشته باشی، گفتگو داشته باشی، یه گفتگو رو من اهل مناظره نیستم. نه نه میفهمم که روشن میشن مردم، دست کم روشن میشن. از یه چنین گفتگو با کمال میل هر خوشحالم میشم هر ایرانی نظری داشته باشه با هم بشینیم صحبت بکنیم، خیلی خوشحال میشم. ممنونم آقای دکتر القر عزیز، سپاسگزارم. آقای سپر خسروی عزیز برنامه رو هدایت کردن، ممنون. هموطنانم تا دیدار دیگر گفتگوی این گفتگو با آقای دکتر نقره‌کار رو حتما پی میگیریم، لازمه. مثلا در این شرایط بالاخره باید ایرانی ها برسن به یک راه حل، برسن به یک چارجوی جمعی برای میهن و مملکت خودشون. مبادا دیر بشه، اگر دیر بشه دیگه معلوم نیست ما بتونیم آینده‌ای برای ایران رو متصور بشیم. تشکر.